بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه اول شرح گلشن راز شیخ محمود شبستری رو به یاری خدا آغاز میکنیم. در دوره اول این جلسات شرح آثار عرفانی فارسی شهاب الدین سهروردی بحث شد. در دوره دومش آثار عرفانی ابن سینا رو مورد بررسی قرار دادیم. این دوره به گلشن راز اختصاص داره. شیخ محمود شبستری یکی از عرفای بزرگ قرن هشتم هجری بوده. اوایل قرن هشتم از دنیا رفته. زمانی که از دنیا رفته 33 سالش بوده. در نظر بگیرید که این منظومه را که میخوایم بخونیم چه شاهکاری بوده و نویسنده چه نابغه‌ای بوده که از اون زمان این به عنوان یکی از شاهکارهای ادب فارسی و عرفانی مورد توجه اهل نظر قرار گرفته. بزرگانی مثل ملا صدرا، ملا هادی سبزواری، ملا محسن فیض کاشانی به ابیاتی از این گلشن راز استناد کردند. مقام شبستری میباید چقدر بالا باشه که امثال ملا صدرا به آرایش استناد کنند. اهمیت این کتاب در صنایع ادبیش نیست، در محتوای بلند فلسفی و عرفانیشه. کتاب کمتر از 1000 بیته. این اولین اشعار محمود شبستری است، یعنی قبل از او شعر نگفته و اولین باری که شعر گفته شده این کتابی که ملاحظه میکنید. قصهش هم این بوده که یکی از عرفای اون دوره که حالا اینا رو خودش میگه، من جزئیاتش وارد نمیشم، به جاش که رسیدیم توضیحات دقیق تر میدم، ازش سوالاتی میپرسه و ایشون این سوالات رو پاسخ میده. خودش تا داستانش توضیح میده، در مقدمه توضیح میده و اولین بار شعر میگه. شعراش هم بسیار ساده، دلنشین، به گونه ایست که فهم کاملا توسط بزرگان فهمیده شده، خوش دست به اصطلاح، و در برخی مباحث وحدت وجود و از مباحث عرفانی کار گلشن راز، کار شبستری، کار درجه یکه. یعنی بالاتر از او چیزی نیست و کسی که هم به لحاظ ادبی هم به لحاظ محتوای عرفانی و فلسفی در این حد باشه، هیچ کتاب دیگری معادلش پیدا نمیشه. یعنی کاری که مثلا مولانا در چند هزار بیت کرده، این مختصر و مفید، موجز، بدون پرداختن به داستانی تمثیلی یک بار وارد بحث شده و قواعدی رو اشاره کرده بهش پرداخته. من در مورد فصل‌بندی کتاب توی بخش دومش که خودش بهش پرداخته اشاره میکنم. کتاب 64 بخش داره. اگر بخوام بیت بیتش بخونیم، که من بنا دارم چون این باشه، اگر هر جلسه هم دو بخشش رو ما بتونیم شب رو بست بدیم، چیزی حدود بیش از 30 جلسه طول میکشه. بعید میدونم که ما بتونیم یک ساله این رو تمام کنیم، ولی شاید با خودش پیش بریم بهتر باشه تا بخوام سریع به اصطلاح تبرک کنیم و ازش بگذاریم. هر چقدرش رو که توانستیم اینجا بحث میکنیم، به امید خدا رو فرصتهای بعدی هم ادامه میدیم. از نسخ این کتاب یکی بهترین تصحیحش رو صمد موحد کرده در مجموعه آثار شبستری که انتشارات طهوری تهران اون رو منتشر کرده. همه آثارش هم هست. قبل از این کتاب شبستری چند کتاب به نثر نوشته، بعد این رو به نظم نوشته و بعد چند تا کتاب دیگه هم داره که حالا مهمترین کارش همین گلشن راز هست. جالب اینجاست که شبستر که یکی از شهرهای امروز آذربایجان ایران هست، اون زمانی که شبستری ازش برخواسته یک قصبه بیشتر نبوده و به اعتبار این عارف شبستر شده است.
یعنی حتی در حالاتش وقتی اشارهش نوشته اونو به عنوان تبریزی اشاره کرد، یعنی از شبستر شناخته نمی‌شده اون زمان، اینقدر کوچک بوده. وقتی این بزرگ از این شهر کوچک یا از این قصبه برخواسته، به اعتبار او محل تولدش رو همه شناختند و او اولین شبستریه که هست که اسمش باقی مونده و اعتباری برای هم خود شبستر، هم آذربایجان، هم ایران و همه کسانی که مثل او فکر میکنند و به زبان او سخن میگن. زبانش انصافاً زبان فاخری است و این که حالا اولین بارم شعر گفته، ولی اینقدر شعراش قشنگه که آدم احساس میکنه که چگونه این اشعار به زبان او جاری شده. این کتاب فراوان شرح شده، بیش از 10 تا شرح شده. بهترین شرحش متعلق است به محمد ابن یحیای لاهیجی نوربخشی از عرفای قرن 9. یک قرن بعد از او، یکی دو قرن بعد از او این شرح رو نوشته که مشهور به شرح لاهیجی، مفاتیح الاعجاز فی شرح گلشن راز، شرح فارسی است و چاپ شده و همه کسانی که درباره گلشن راز میخوان سخن بگن با شرح لاهیجی فی‌الواقع میرن و بر اساس او دنبال میکنن. من هم چنینم، یعنی منم اینجا بر اساس شرح لاهیجی گلشن راز رو خدمت شما توضیح میدم. ایشون لاهیجی از صوفیان نوربخشیه هست و خودش عارف بزرگی بوده. فقط ابتدای این شعر، نحوه معرفی شبستری توسط لاهیجی زیباست. به نظر نمیرسه خیلی مبالغه کرده باشه. براش گفته، برای شبستری، شیخ محمود شبستری گفته: افتخار العرفاء و المحققین، اختیار الاولیاء الواصلین، اکمل المدققین و الموحدین، از شیخ الکامل نجم الملت و الدین محمود تبریزی الجبستری قدس الله روح. حتی شبستری رو هم جبستری ذکر کرد، اصلا شناخته شده نبوده در اون زمان. و کسر من عنده فتوح. خب این تعبیری است که ایشون به این عظمت ذکر کرده که خود لاهیجی واقعا عارف با معلومات و وسیع النظری است. شهر رو زمان نوشتن گلشن راز در خود کتاب آمده، من الان هیچی نمیگم، نه زمان تولد لاهی شبستری معلوم است، نه زمان وفاتش، همه به تخمین نوشتن. فقط گفته میشه در سنگ قبرش در شبستر نوشته شده که در 33 سالگی از دنیا رفته است. این که حالا به چه دلیلی از این جوانی از دنیا رفته، اینا رو میتونید تو کتاب تواریخ دنبال بفرمایید. اینقدر بحث داریم که به این جزئیات نیازی به پرداختنش نیست. اما شرح لاهیجی در 10 ذی‌الحجه سنه 877 شروع شده، اینو نوشته و خیلی جالبه که تاریخش مشخص باشه. الان 1437 حساب بکنید، نزدیک 600 سال پیش این شرح نوشته شده. وقتی شما زبان هم متن و هم شرح رو میبینید، احساس میکنیم، یقین پیدا میکنیم که ما درست با ایرانیان 600-700 سال گذشته زبان واحدی داریم، یعنی زبانمون رو میفهمیم، کلمات مشترکی داریم، لازم نیست به لغت معنی مراجعه بکنیم. و خیلی چیز مهمیه، فوق‌العاده مهمه که ما به این سادگی روانی حرف 7 قرن 6 قرن قبل خودمون رو درک میکنیم. خب کتاب عرض شد که 64 بخش داره. بخشی که من برای امروز انشاءالله میرسم بحثش بکنم، دیباچه کتاب هست. این دیباچه 32 بیت داره. من شماره گذاری کردم، بیت به بیت میخوانم و توضیح میدم بدون هیچ حشو و زوائد. کتاب اینجوری شروع میشه، بخش اولش دیباچه است، بخش دومش سبب نظم کتابه که اون بیشتر توضیح میده که میشه جلسه بعد. به نام آن که جان را فکرت آمود، چراغ دل به نور جان برافروخت. این اولین بیت این کتاب.
کتاب گلشن رازه. گلشن رازم که اسمش نیاز به توضیح نداره، خودش البته خواهد گفت توی بخش دوم توضیح میده چرا گفته گلشن راز، حالا همونجا توضیحش رو میدم. مقصد قصوای انسان معرفت خداوند است، حداقل مقصد اصلی، مقصود اصلی عرفا خداشناسی است، معرفت الله است. برای همین این راه برای رسیدن به معرفت خداوند حداقل دو طریق است. یه طریق، طریق استدلال و برهان و نظر است که طریق حکما هست. طریق دوم طریق کشف و شهود هست که طریق عرفا است. به هر دو طریق فکر گفته می شود. فکر فقط استدلالی نیست، کار شهودی، کشف و شهودی هم کار فکری است. بنابراین فکر می تواند رسیدن از ظاهر به باطن باشد یا از لفظ به معنا باشد، چه در طریق فلسفی و حکمی چه در طریق عرفان. به نام آن که جان را فکرت آموخت، به نام خدایی که به روح آدمی، به جان آدمی فکر کردن را آموزش داد، که این فکر قرار است تو این کتاب بست داده بشه، شرح بشه. جان چیست؟ جان روح است، نفس است، انسانیت انسان به جان اوست. این بدن هر چند سال همه سلولهاش عوض میشه، اما روح ما، اون هویت ما به روحمونه، به جانمونه. همه کارشون هم جان است. کار عارف تحول جان آدمیست. به نام آن، اسم خدا رو هم نمیاره، از فرط عظمت حمد رو هم با کتابش هم با حمد آغاز نمیکنه. برای این که اینها رو کنهو میگه که همه میدانیم، من چیزی میگویم که کمتر دانسته میشود. به نام آن، از فرط عظمت، خدایی که به جانها، به روحها فکر کردن را آموخت، چراغ دل به نور جان برافروخت. قلب، باز انسانیت انسان به دلشه، بزرگی و کوچکی انسان با دلش تعریف میشه. دل اسم دیگرش قلبه. چرا به قلب میگن قلب؟ به خاطر این که تحول آدمی به قلب اوست. انقلاب، تقلب، دگرگون شدن، همه اینها به قلب است. پس عزیزترین عضو آدمی قلب اوست. این قلب، مراد این قلب صنوبری نیست. این قلب فی الواقع هم مغز انسان رو در بر میگیره، هم جای فکر کردن است، هم جای عشق ورزیدن است، همه اینها دل است و نور الهی در دل متجلی می شود. پس اگر قرار است به روح آدمی نگاه کنیم، می باید دل او را مورد توجه کنیم. چراغ دل به نور جان برافروخت. نور جان در چراغ دل روشن می شود. نور جان همون نور الهی است. این نور قبضه از روح نور الهی است. حالا این وقتی که دل انسان میخواد این نوره، این نور این چراغ رو روشن میکنه، با روشن شدن این چراغ فکر انسان به راه میفته. تو همین بیت اول نشان داد که کار او کاریست با دل و جان و فکر و خدا. یعنی چهار تا چیز تو این بیت به کار رفته. آن، خدا که اسمش نیامده از فرط عظمت. جان که دوبار تو هم مصرع اول هم مصرع دوم ذکر شده. چراغ دل قرار است با نور جان روشن شود تا ما فکر کردنی که همه از اوست را بیاموزیم. این مصرع اول این کتاب. ز فضلش هر دو عالم گشت روشن، ز فیضش خاک آدم گشت گلشن. از فضل خدا هر دو عالم روشن شد، از فیض خداوند خاک آدم باغ و گلشن شد. اما فضل و فیض یعنی چی؟ به همون معنای تحت و لفظش به کار نرفته. حسن این کتاب همینه که پشت اینها کلی معنا خوابیده. یکی از مهمترین واژه‌های عرفان تجلی است، جلوه‌گری.
خداوند تجلی می کند و عالم انسان مجلا محل جلوه خداوند است، محل ظهور خداوند است. خدا دو نحوه تجلی دارد، دو نحوه ظهور دارد حداقل. یک نحوهش رو اینجا با کلمه فضل اشاره کرده، دومیش رو با واژه فیض. این تجلی یا این ظهور یا عام است یا خاص است. فضل تجلی عام خداوند است، فیض تجلی خاص خداوند است. تجلی عام را که اینجا بهش فضل گفته، تجلی رحمانی یا رحمت امتنانی هم میگن. بی خود نیست که همه سور قرآن الا یکی با بسم الله الرحمن الرحیم شروع شده. یکیش رحمانی است، رحمانی عام است، یکیش رحیمی است، رحیمی خاص است. تجلی رحمانی خدا یا رحمت رحمانی خدا همه مخلوقات را گرفته است، همه مخلوقات. هیچ ربطی به دین و آیین مخلوق ندارد. گبر و ترسا تحت رحمت رحمانی خداوند هستند، کافر و موحد تحت رحمت او هستند، آدم و حیوان و گیاه همه تحت رحمت رحمانی هستند. لذا میگه ز فضلش هر دو عالم گشت روشن. دو عالم، دو تا عالم کجاست؟ عالم غیب، عالم شهادت، دنیا، عقبا. هر کدام از این دو تا باشد میشه دو تا عالم. این دو تا عالم فراوان امروز خواهید شنید، توی کتاب تکرار میشه. همه از فضل خدا هر دو عالم غیب و شهادت یا عالم ملک و ملکوت یا عالم خلق و امر یا دنیا و آخرت روشن شد. این رحمت رحمانی خدا. اما خدا یه رحمت رحیمیه هم دارد، اون رحمت خاص است. اون دیگه مال همه نیست، اون باید قابلیتی در انسان حاصل بشه تا مشمول اون رحمت قرار بگیره. اون مال انبیا و اولیا و صالحان و صدیقین است. ز فیضش خاک آدم گشت روشن. از فیض خدا که رحمت رحیمیه هست، که رحمت خاصه، خاک آدم تبدیل به باغ شد، تبدیل به بستان و گلستان و گلشن شد. آدم اینجا خب کیا هستن؟ اگه سرسلسله آدم رو در نظر بگیریم میشه انسان کامل. اسم کسی رو نمیخوام بیارم، هر کسی که به اعلی درجه کمال برسد در این باغ میشود آدم، پس میشه انسان کامل. ز فیضش خاک آدم گشت گلشن. این گلشن چه گلبنی بار میاره؟ گلبن انسان کامل بار میاره. حالا انسان کامل میتونه مصادقه متعددی داشته باشه. پس ما اینجا فضل و فیض رو ازش یاد گرفتیم. خب این بیت دوم. بیت سوم. توانایی که در یک طرفت العین ز کاف و نون پدید آورد کونین. ببین هنوز اسم خدا نیاورده، همش داره در مورد خدا میگه، اما مثل این فیلمایی که ما درست میکنیم در مورد پیامبر و اولیا که خودشون نیستن، همش در مورد اوناست. این شعری هم که ایشون داره میگه همش در مورد خداست اما اسمش نیست. خدای توانایی که در یک چشم به هم زدن از کاف و نون، که حالا توضیحش میدم، دو عالم رو، دو کون رو پدید آورد و ایجاد کرد. کونین، کون یعنی عالمین، یعنی دو عالم. به عربی یعنی دو تا وجود، دو تا وجود، غیب و شهادت، دوباره ملک و ملکوت. خب کافنون چی هست؟ کافنون اذا اراد شیئاً ان یقول له کن فیکون. کاف و نون، کاف کن، بشو، او شد، ایجاد شد، ایجاد شد. خب پس اینجا اشاره دارد ز کافنون، میگه از مقام اراده. کافنون یعنی مقام اراده خداوند.
ببین خدا یه مقام اراده دارد، یک مقام فعلیت دارد. من و شما مقام داریم، البته هر کسی به اندازه خودش، ما به اندازه کلبونش که خودمون، او به عظمت خودش. ما هم یه کاری که میخوام بکنیم، اول اراده میکنیم بعد انجام میدیم، اما اراده خدا با انجامش فاصله ای ندارد. تا بهش میگه کن فیکونو، پس او ایجاد میشود. با از کافونون، ز کافونون پدید آورد کونین، در یک طرفت العین. حالا ما که میخوام یه کار رو انجام بدیم، چقدر مقدمه چینی میکنیم، چند سال زمینه سازی میکنیم تا یه چیز کوچولی بتونیم انجام بدیم. او به یک چشم برهم زدن عالم و دو تا عالم ایجاد میکنه. چو قاف قدرتش دم بر قلم زد، هزاران نقش بر لوح عدم زد. باز در مورد خداوند است. چون قاف قدرت خداوند دم بر قلم زد، یعنی دست به قلم برد، یعنی نوشت، هزاران نقش عالم کثرت بر لوح عدم زد، یعنی بر عالم عدم زد، یعنی ایجادشون کرد. چی میخواد اینجا بگیم؟ قاف قدرت. خب اول قدرت با قاف شروع میشه، یعنی اولین مقدوری که قدرت متعلق به او شده، متعین اول، عقل اول، اولین چیزی که توسط او ایجاد شده. چو قاف قدرتش دم بر قلم زد. دم بر قلم زدن، قلم یعنی تعین اول، یعنی عقل اول، یعنی روح اعظم، به زبان قرآنی یعنی ام الکتاب، یا به زبان دیگر عرفای یعنی حقیقت محمدی، به عبارت دیگر مخلوق اول. یعنی وقتی که از او، از صادر اول، از او چیزی ایجاد می شود، او هم اون مخلوق اول هم مثل خداوند بسیط است، کثرتی در او راه ندارد، صرفا او ممکن الوجوده، خدا واجب الوجوده. خب اولین مخلوق اوست که با قاف قدرتش، با قلم قدرتش ایجاد می شود. هزاران نقش بر لوح عدم زد. یعنی چی؟ هزاران نقش. ما اینجا فراوان از مقام وحدت و کثرت صحبت میکنیم. خداوند واحد است، احد است، اما کثرت، کثرت عالم مخلوقات در غیب و شهادت همه از او ناشی شدند. خب این بر هزاران نقش بر لوح عدم زد یعنی چی؟ این عدم، عدم دو گونه است، یکی عدم حقیقی است، یکی عدم اضافی است. این عدم اضافی است، هزاران لوح، هزاران نقش بر لوح عدم زد، یعنی امور که بهشون اینا میگن اعیان ثابته، اول در مقام علم خداوند هستند، بعد از او وارد عینیت خارجی میشن. همه چیز در خارج نیستن، اما خدا همه چیز را میداند. پس بنابراین این کثرت ابتدا در علم خداوند هست، بعدش وارد تحقق خارجی میشه. اینجا اشاره میکند که چون در همون تعین اول که واحدی از او صادر شد، همه کثرات وجود در اون واحد در مقام علم موجود بودند. یعنی اینو که شنیدید که اینجا بیشتر توضیح میدیم، کثرت در عین وحدت، با این که واحدی از او صادر شده، اما همه کثرات هستی در اون واحد مندمج هستند. منتها برای اطلاع و اشراف از اون کثرت میباید به اون مقام علمی رسید. این که گفته میشه در ام الکتاب همه چیز هست، بله همه چیز هست، اما در مقام اجمال، تفصیل عینیش وقتی است که تحقق خارجی پیدا کند. پس اینجا میگه خداوند چون متعین اول را، عقل اول را، ام الکتاب را ایجاد کرد، همه کثرات در ضمن او موجود شدند که قبلا نبودند. این بیت چهارم. از آن دم گشت پیدا هر دو عالم، و زاندم شد هویدا جان آدم. الان دیگه تا چهار بیت همه قسمت درباره خداوند. حالا داره در واقع خلقت رو و آفرینش رو توضیح میده. از آن دم
دم در عرفان نفس رحمانی است، همون چیزی است که با او وجود موجود می شود، اعم از غیب مجرد و مادی عالم شهادت. باز هر دو عالم از آن دم گشت پیدا، هر دو عالم یعنی از نفس رحمانی خداوند، اعیان ثابته که همون موجودات و کسرات باشن، از علم، علم خداوند به عین یعنی به عالم تحقق خارجی وارد شدن، یا از غیب به شهادت آمدن. یا خدا در این امور متجلی شد، ما هم وجود یک نحوه تجلی خداوند هست، ما موجودات مجلای خداوندیم، مظهر خداوندیم، البته اگر قدر خودمون رو بدانیم که چه نسبتی با او داریم. وزان دم شد هویدا جان آدم. خب عالم هم که آدم که جزء عالمه، ما که خارج از عالم نیستیم، ما جزء عالم شهادت هستیم، عالم غیب هم خواهیم رسید. چرا آدم رو جداگانه از عالم ذکر میکنه؟ به خاطر اینکه این شریفترین مخلوق خداونده، به خاطر شرافتش جداگانه بهش پرداخت. در همان دم، از همان نفس رحمانی، از همان ابتدا که ابتدای زمانی هم نیست، و از آن دم شد هویدا جان آدم، نفس آدم، روح آدمی هم از همون اول خلقت عالم غیب و شهادت ایجاد شد. خب این بیت پنجم بود. حالا این آدم چه خصوصیتی داره؟ در آدم شد پدید این عقل و تمییز، که تا دانست از آن اصل همه چیز. ببین محتوای شعرا خیلی بلنده، زبانش زبان آسانیه، نپیچونده مطلب رو. شما شعر سنایی رو بخونید وقت میفهمید این چرا گلشن راز اینقدر مقبول افتاده، و شعرش خیلی شعرهای دیگه، اونا هم شعرهای بزرگی هستن، اما این سادگی بیان در عین عظمت معنا. در آدم شد پدید این عقل و تمیز، آدمیت آدم به عقلشه، به تمیز دادنش بین خیر و شر، درست و نادرست. این مطلب توی موجودات دیگه حداقل در عالم شهادت منحصر به انسانه. پس در آدم چون این خصوصیت عقل و تمیز آشکار شد، به چه حدی که تا دانست از آن اصل همه چیز، با این عقل و تمیز ما به اصل همه چیزی که مقدور انسان است پی میبریم. اینکه گفتم مقدور انسان، ما قرار نیست به غیب هم پی ببریم، اون دیگه دست ما نیست، اون بالاتر از ظرفیت وجودیمونه، اما هر چیزی که انسانیت ما اقتضا بکند به آن پی میبریم. اگه انسان کامل هم بشیم اون دیگه حدی ندارد، حتی به علمش هم به محو در جمال خداوند میشه و به خیلی چیزا پی میبره. حالا به اینجاش میرسیم، اونجا تا اونجا که اصل همه اشیا رو، علم آدم الاسماء، اسم همه چیز رو خدا به آدم، آدم هم بن نوع آدم است نه حضرت آدم، یعنی این هم این چیزی که حضرت آدم یاد گرفته من و تو هم میدانیم، اون تا به شرط که این قابلیت رو در خودمون بروز بدیم. این مختص یک نفر نبوده، همه انسان‌ها رو در بر می‌گیره. پس ما می‌توانیم اصل همه چیز رو با عقل و تمیز خودمون دسترسی پیدا کنیم. بعد اینجا اشاره می‌کند، ببین این عقل دلیل خلقت آدمه. اشاره می‌کنه، این نکته قشنگی هم میگه، میگه که در این آیه شریفه و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ابن عباس که اول مفسر است گفته ای ليعرفون، در بین ائمه ما هم بعد از ابن عباس بر این تاکید شده. بعد میگه که این معنا عوض نشه، ليعرفون، دقیقاً ليعرفون، ليعبدون یعنی ليعرفون، تا عبادت کنن، میگه تا بشناسن. میگه مگر عرفان بجز از طریق عبادت ممکن است؟ اگر میخواهی بشناسی باید اطاعت کنی، اگر درست اطاعت کردی، درست عبادت کردی، آنگاه میشناسی. این راه، راه عرفا، راه اطاعت خداوند است. عرفان با
این زاویه شروع میشه، با این روی کرد دنبال میشه. بنابراین میگه که بجون بدون عبادت عرفان حقیقی محقق نمیشه. پس ابن عباس غلط تفسیر نکرده اگه گفته نیومده معنا را عوض بکنه، چون سبب عرفان عبادت است. فی الواقع ذکر سبب و مسبب به جای هم به کار رفت و این کاملا رایج است. بند شعر هفتم: چو خود را دید یک شخص معین، تفکر کرد تا خود چیستم من. حالا داره به جای خوب خوش میرسه. چون آدم، قرار آدم انسان است نه حضرت آدم، چو خود را دید یک شخص معین، چون آدم تعین و تشخص خود را یافت، اولین چیزی که به فکر او رسید این است که من کیستم. این سوال سوال فوق العاده مهمه. گاهی وقتا تو خیلی از آدما به دنیا می آیند، زندگی می کنند، می میرند بدون اینکه این سوال برایشان مطرح شود و به این سوال پاسخ دهند. اولین قدم عرفان طرح این سوال و پاسخگوی به آن است: من کیستم. اینجا این یک شخص معین منظورش چیه؟ چو خود را دید به عنوان یک شخص معین، یک شخص متعین، نه به عنوان کلی، به عنوان تعین. یک توی منطق، توی فلسفه، توی عرفان یک کلی داریم، یک جزئی داریم، یک مطلق داریم، یک مقید داریم. متعین یعنی متشخص، آن که مرا من میکند، آنچه که مرا از شما متفاوت میکند. من و شما در انسانیت مثل همین، در آدم بودن من و شما فرقی ندارم. پس این مراد نیست. اون چیزی که مرا من میکنه چیه؟ حالا اینجا میگه که هر عین خارجی دو تا اعتبار داره، یکی از حیث حقیقت و ظهور حق. هر کسی مجلای حق، از این حیثش من با شما فرقی ندارم، این تشخص من نیست، تعیین من نیست، یعنی تجلی شعوری. یه حیث دیگرش حیث متشخص بودن و متعین بودن منه. اشاره میکنه به یه آیه قرآن که خیلی استفاده بسیار قشنگه: ما اندکم ینفد و ما اند الله باق. هر چیزی نزد شماست این فانیست، هر چیزی نزد اوست او باقیست. اون چه که نزد اوست اون امر از حیث حقیقت است و کلی، اما اون چیزی که نزد منه اون همون مقام تعیین و تشخصه، اون من ماهیت منه، اون حقیقت منه، من نه ما. اول چیزی که توسط انسان درک میشه، به مقام درک اگر رسیده باشه، همین تعیین شخصی اون. پس من چی هستم؟ سوال خوبی. اول کتاب با سوال چیستی من شروع کرد. حالا این بقیه اشعار کمک میکنه ما رو که به این سوال جواب بدیم. به جزوی سوی کلی یک سفر کرد و از آنجا باز بر عالم گذر کرد. کی؟ آدم. حضرت آدم نه، من و شما. ما حضرت نیستیم، خود آدم رو حرکت کردیم. دو تا سفر رو اینجا میگه. از جزئی به سوی کلی سفر کرد. سفر دوم: و از آنجا باز بر عالم گذر کرد. بعد از این که از جزئی به کلی رسید، دوباره به عالم که جزئیاته برگشت. سفرهای روحانی سفرهای بسیار زیباییه. اینها سیر و سلوکه. اینا همون کارهایی هست که باید اگه میخوایم ارتقا پیدا بکنیم باید انجام بدیم. سفر اول سیر الالله، سیر به سوی خدا. جزئی متعین و متشخص، من و شما، یعنی اونچه که من هنوز خودم رو میبینم،
هنوز فانی در او نشدم، به سوی او که کلیست سیر میکنم، سلوک میکنم. پس سیر الالله، این میشه سفر اول. به کجا میرسم؟ از مقام تعین انسانی به مقام احدیت میرسم، فانی در خداوند میشوم، به مقام وحدت میرسم، دلم پاک میشود، از غیر مصفا میشود. بعد از فنا و اتصال به مقام اطلاق، به مقام احدیت، سفر دوم رو بعضی شروع میکنند، بعضی همونجا میمونند، جا خوش میکنند. برای چی؟ مگه جای بهتر از اونجا یافت میشه؟ مقام قربه. مثل اینکه تو به معشوق رسیده باشی، برای یک عاشق بهترین جا قرب معشوق است. به او رسیده، چرا برگرده؟ یکی از عرفا گفتن پیغمبر به سفر اول که رفت، یعنی به همین سفری که داریم توضیح با سیر الالله که کرد، بعد نگاهی کرد دید خیلی ها پایین موندن، احتیاج به دستگیری داره، باید اونا رو بره دستش رو بگیره بیاره بالا. گفت اگه من جای اون بودم دیگه بر نمیگشتم. گفتن به همین دلیل تو پیغمبر نیست، اون پیغمبر بود. اون برگشت تو ناقص ها رو کامل کند. این سفر بالله هست، اون سفر الالله بود، این سفر بالله هست. سیر بالله بهش میگن، سیر الالله، سیر بالله. اگه این جلسه همین دوتا رو یاد بگیریم کلی کاره. با سیر الالله وقتی به او رسیدیم برمیگردیم انسان کامل، نه هر کسی، تا ناقص ها رو ببره کامل بکنه. این میشه سیر بالله، یه رجوعه، برگشتنه، برگشتن از کلی به جزئی، از مطلق به مقید، از مقام احدیت به دوباره عالم شهادت. حالا اونجا چی دیدی؟ تو که رفتی سلوک کردی چی دیدی؟ جهان را دید امر اعتباری، چو واحد گشته در اعداد ساری. ببینیم چه معنای بزرگی رو چقدر ساده بیان کرد. سالک در دو سفری که کرد، سفر سیر الالله، سیر بالله، در دو سفری که کرد جهان را، جهان کثرت را همه اعتباری دید. اعتباری مقابل حقیقیه. چی حقیقی است؟ واحد. کی حقیقی است؟ احد. او. هر چه غیر اوست اعتباری است. من، تو، این تعین ها، این کثرت ها همه اعتباری است. یعنی هیچ کدومش حقیقت ندارد. اگه درست نگاه کنی ما مزاح هست به فوتن ینتفی، یعنی یک تلنگری به ما، یه پشه، یه تلنگری بزند، یه باکتری لگدی به ما بزند، از دنیا میریم. ما هیچی نداریم از خودمون، با همه تمتراغی که داریم، با همه پیشرفتی که داریم، به سادگی به فوتن ینتفی رها میشیم میریم. حقیقی فقط اوست. اما این چی میخواد بگه؟ میگه که سالک وقتی این دو سفر رو کرده، دستاورد این سفر این است که در عالم کثرت همه کثرات اعتباری است، یک چیز حقیقی است و او خود خداوند است. احد و واحد است، یکیه. ما میگیم میشنویم لا اله الا الله، عارف اینو بستش میده، میگه لا وجود الا الله، لا هیچ وجود حقیقی جز خداوند نیست، همه موجودات دیگه اعتباری هست. بعد یه مثال میزنه، مثالش ریاضیه، میگه همه اعداد یک هستن. اون وقت کامپیوترم، زبان کامپیوترم نبوده که با همینا نوشته باشن، و الان همونو میگه، میگه همه اعداد از یک درست شدن. دو چند تاست؟ دو دو تا یکیه، سه سه تا یکیه، چهار چهار تا یکیه، تو برو بالا همه یکه.
چون واحد که در اعداد ساری گشته است، چون یک که در همه عددها جریان دارد، وحدت حقیقی در کثرت اعتباری جریان دارد، مثل واحد که در همه اعداد جریان دارد. جهان خلق امر از یک نفس شد، هم آن دم که آمد باز پس شد. هم بیانش ساده، هم کلی مطلب عرفانی تو همین دوتا مصرع گفته. جهان خلق جهان امر، عالم خلق عالم امر. این آدم در دو تا سیر رجوعی به مقام احدیت و بعد سیر نزولی ظهوری که تو شعر قبلی ذکر کرد به عالم کسرات برگشت. حالا هیچ غیریتی براش نمونده، فقط او رو داره. عالم خلق چیه؟ عالم خلق عالم شهوده، عالم ماده و مده. به عربی هم خیلی قشنگه، ماده و مده. بگو مدت میشه زمان، هر جا توش زمان هست ماده هم هست، حرکت هم هست. یه عالم شهوده، چون عالم غیب، عالم مجردات، عالم سقوط، اونجا ماده و زمان اینها توش مطرح نیست، عالم خلقه. همین عناصر و موالید و همین موادی که من و شما میشناسیم، ما خیلی هرچی سواد داریم مال عالم غیبه. تو عالم اقتدار، ببخشید، مال عالم شهادته. تو عالم غیب ما بی سواد محضیم، شاید هم زیر صفر، اونجا خیلی کم میدونیم. عالم امر چی؟ اسم دیگر عالم خلق عالم ملکه. عالم امر عالم ملکوته، عالم غیبه، عالم مجرداته. عقول و نفوس و غیب و فرشتگان و به زبانهای مختلف بگی همه مال اونجا هستن. خب هر دو عالم مخلوق نفس رحمانی هستند. جهان خلق امر از یک نفس شد، از همون کن فیکونه، هم عالم خلق ایجاد شد، هم عالم امر، هم ملک، هم ملکوت، همه اونجا ایجاد شد. که هم آن دم که آمد باز پس شد. بعد میگه که از مقام احدیت تا مرتبه انسانی در قوس نزول، و از مرتبه انسانی تا مقام احدیت در قوس صعود و عروج، هر دو در همون نفس انجام شد. برای خدا که زمان مطرح نیست، فهمیدش همینه. من و تو مشکل داریم باید همه چیزمون به ترتیب اتفاق بیفته. همزمان چند تا کار میتونیم بکنیم؟ خیلی کم. البته میریم مثلا هم داریم مثلا یه چیز تو گوشمونه، یه چیز هم داریم نگاه میکنیم، یه چیز هم داریم مینویسیم. خب ولی هر کدومش میفهمیم خدا میدونه. ولی بر واقعش یه کار ما بیشتر نمیتونیم در یک زمان انجام بدیم. اما برای خدا که اینها مطرح نیست. زمان که همان دم که آمد باز پس شد. آمدن و برگشتن. آمدن اینجا دو تا قوس داریم، یکی از مقام انسانی که پایین ترینه به مقام احدیت بالاترین، مقام پس آمدن برگشتن از مقام احدیت به مقام انسان، همون دو سفری که قبلا داشتیم. میگه هر دو در یک زمان، زمان حالا زبان ما نمیکشه، هم در یک وعاء صورت گرفت، در یک ظرف صورت گرفت، در یک دم انجام شد. ولی آنجاگه آمد شدن نیست، شدن چون بنگری جز آمدن نیست. میگه که آن جایگه، یعنی جایگه سفر سالک، این جای آمدن و شدن نیست، جای رفت و آمد نیست. اگر نه اینکه یاد گرفتیم کثرت ها اعتباری اند، تنها امر حقیقی اوست. پس بنابراین این سفرهای رفت و آمد ما هم اعتباری است، مثل کثرت که اعتباری بود. ولی آن جایگاه آمد شدن نیست، این جایگاه آمدن و شدن حقیقی نیست. برای چی؟ برای که کثرت حقیقی نبود. پس رفت و آمد ما هم اعتباری است. یعنی سالک وقتی درست نگاه میکنه،
میبینه که حتی این دو تا سفری هم که گفتیم اعتباری بوده، اگر قرار است فقط یکی باشد، او دیگه رفتن به او، برگشتن از او اعتباری است، چون فقط یکی است. من چیزی نیستم، من جز اعتباری از اعتبارات او، مجلای ظهوری از ظهورات او نیستم. پس بنابراین حتی سفرهام هم اعتباری میشود، نه تنها خودم اعتباری میشم، این دو تا سفرم اعتباری میشه. شدن چون بنگری جز آمدن نیست، رفتن چون درست نگاه بکنی جز آمدن نیست. یعنی شدن و آمدن، این رفت و آمد، قوس صعود و قوس نزول، از انسان به خدا رفتن، از خدا به دوباره به عالم شهادت برگشتن، اینها تفاوتی نداره، اعتباری است. همه این کثرت ها به وحدت برمیگردن. یعنی به عبارت دیگر، عارف به جایی میرسد که میبیند فقط او را میبیند، دیگه هیچ چیز، همه این امور، همه کثرت و آمد و شدن ها، همه کل و مجمع این اعتباری میشود. اینجا میشه این شعر گفت: پس تو را هر لحظه مرگ و رجعتی است، مصطفی فرمود دنیا ساعتی است، هر نفس نو میشود دنیا و ما، بیخبر از نو شدن اندر بقا. یعنی ما هر لحظه داریم میمیریم و زنده میشیم، ما خودمون متوجه نمیشیم. این فقط حرکت جوهری ملا صدرا که بعد اومده نیست، در عالم معنویات و روحانیات دم به دم ما داریم آمد و شد میکنیم. این آمد و شدها اینقدر متعدد است که متوجه کسرتش سالک دیگه آخرش میرسه که هیچ آمد و شدی در کار فقط اوست، دیگه خود را نمیبینه وقتی به مقام فنا رسیده باشه. بیت 12، به اصل خیش راجع گشت اشیا، همه یک چیز شد پنهان و پنهان و پیدا. اشیا، کسرات، به اصل خود راجع شدند. کل شیء یرجع الی اصله، هر چیزی به معاد خود میرسد و این معاد چیزی جز مبدأش نیست. از همون جایی که شروع کرده ای به همون جا میرسی، انا لله و انا الیه راجعون، از او ایم و به او میرسیم. به اصل خیش راجع گشت اشیا، همه اشیا به اصلشون باز میگردن. اصل اشیا مقام احدیت است. همه یک چیز شد پنهان و پیدا، همه اشیا یک چیز میشن، چه در پنهان عالم غیب، چه در پیدا عالم شهادت. همه کسرات به وحدت بر، مگر ما قرار نیست به او برگردیم. عارفانه اگر نگاه بکنیم، همه کثرت ها به مقام وحدت برمیگردن. اگه به اونجا برسیم، هیچ از دوئیت و استینیت خبری نیست، فقط یک چیز باقی میماند، این همون مقام وحدت در شهود میشه. تعالی الله قدیمی کو به یک دم، کند آغاز و انجام دو عالم. خدای تعالی قدیمی که به یک دم با یک نفس رحمانی آغاز و انجام دو عالم را انجام میدهد، محقق میکند. یه بار اسم خدا رو آورد، بالاخره اولین باره که در این اشعار تو بیت 13 اسم الله آورده شد. تعالی الله، متعالی است خداوند، عظیم است خداوندی که قدیم است. قدیم است یعنی حادث نیست، خارج از زمان است، هرگز نبوده است که او نبوده باشد، همیشه بوده است. ما هممون شناسنامه داریم، یعنی یه وقت تشریف نداشتیم، یه وقتی هم تشریف نخواهیم داشت، اما خدا قدیم است، یعنی ابدی و ازلی است، هیچگاه خالی از خدا نیست، اما زمانی میشود خالی از من و شما باشد. خدا قدیم است که به یک دم، که با یک نفس رحمانی، تجلیات ممکنات رو از کتم عدم به صحرای وجود آورد. که این اون وقت، این که میگه آغاز یعنی ایجاد اشیا، یعنی ایجاد کثرت از وحدت. انجام یعنی چی؟ یعنی متلاشی کردن کثرت با نور وحدت.
از وحدت کسرت را ایجاد میکند و بعد این کسرات را دوباره به وحدت برمیگرداند. این میشه انجام. آغازش باز کردنه، انجامش بستنه. وحدت و کسرت، رفتن و آمدن اینجا. اما هر دو عالم، باز دو عالم غیب و شهادت. ببین چند بار غیب و شهادت رو تکرار میکنه. همه علومی که من و شما میخونیم جزی از اجزای عالم شهادته. تنها علمی که از غیب صحبت میکنه عرفان است و علم دین. یه بخش کوچکی از فلسفه. و این شهادت در مقابل عالم غیب مثل رحم مادر است در مقابل جهان موجود. حسابش بکنه چه تفته. این فقط یک نسبت بر که از این هم بزرگتره. و ما چه میدانیم؟ خیلی موتی تو من العلم الا قلیلا. اگه عرفان لازمه یا علم دین لازمه برای این بخش عالم غیبه، وگرنه عالم شهادت خودمون عقلمون میرسه. داریم کشفش میکنیم. همین چند روز پیش یه سیاره دیگه هم پیدا کردیم. ولی اینها در این عظمت تازه تو عالم شهادتش ما گمیم، حالا تو عالم غیبش که جای خود داره. جهان خلق امر آنجا یکی شد. یکی بسیار و بسیار اندکی شد. جهان خلق امر آنجا یکی شد. جهان خلق قرار شد ملک باشد و عالم شهادت. جهان امر ملکوت باشد و غیب. آنجا این دوتا جهان یکی شد. یعنی در اون مقام وحدت، مقام احدیت، غیب و شهادت یکی شد. یعنی کثرت به وحدت برگشت. یکی بسیار و بسیار اندکی شد. یکی وحدت، کثرت و بسیار اندکی شد و کثرت وحدت شد. این وحدت و کثرت، ببینید تو خارج یک نمیتونه هزار باشه، هزار هم نمیتونه یک باشه، ولی در عالم معنا میتونه از وحدت کثرت پدید بیاد. همین کثرتی که من و شما هستیم و کثرت دوباره به وحدت برگردد، به مقام احدیت برگردد. همه عرفان اینه که ما در پس و پشت این کثرات بفهمیم اینها اعتباری است، یکی بیشتر حقیقی نیست و این اوست. یکی بسیار و بسیار اندکی شد. این همون چیزیست که توی عرفان، توی فلسفه قاعده داریم. وحدت در عین کثرت، کثرت در عین وحدت. و جالبه هر کسی اومده توی اینجا صحبت میکنه ارجاش به همین ابیات گلشن راز. یعنی حتی عرفای بزرگ هم وقتی میخوان توضیح بدن قشنگ اینقدر زیبا گفته که به این ابیات شبستری ارجاع. همه از وهم توست این صورت غیر، که نقطه دایره است از سرعت سیر. میگه که غیر خدا توهم توست. همه از وهم توست این صورت غیر، غیر او. اگه غیر او رو میبینی بدون متوهمی. شما آتشگردون رو بگیر دستت، این یه نقطه بیشتر نیست، همون که توش آتیشه، میچرخونیش میشه یک دایره آتش. اما این توهمه که نقطه دایره است از سرعت سیر. دایره توهمیه، نقطه حقیقیه. این نقطه رو وقتی با سریع داره میچرخه تو فکر میکنی دایره است، در حالی که دایره ای نیست، این فقط نقطه است. نقطه همون نقطه وجوده، همون نقطه وجود حقیقیه. دایره همون کثرت توهمیه، همون صورت غیره که تو داری میبینی. رو نقطه آتشین بگردان تا دایره روان نماید. این باعث از شعر کلی شعرهای مشابه پیدا کرده. بیرید تو عطار نگاه کنید، توی مثنوی نگاه کنید، تو شعرهای دیگه. یه خودش میشه یه تحقیق کرد در مورد این تمثیل حقیقت و توهم از آتشگردان، از نقطه و دایره. شعر بعدیش هم همین مضمون رو داره توی یک وادی دیگری، خیلی به این نزدیک است. یکی خط است از اول تا به آخر، بر او خلق جهان گشته مسافر. نقطه وقتی سریع حرکت بکنی یه خط مستوی شما میبینید، اما این خط توهم ذهن شماست. اونی که واقعیت داره اون نقطه متحرکه است.
حالا این سفری که خلق جهان این کسرت داره انجام میده روی این خط توهمیه. اگه نگفت اون سفر همش اعتباره، الان داره میگه اون نقطه حقیقی فقط اگه دانسته باشه نقطه وجودی خداوند و لا غیر. یکی خط است از اول تا به آخر، یه بار خط مستوی گفت، یه بار دایره رو گفت، هر دو میگه توهم است، نقطه اینجا حقیقی است. خب تا اینجا قصه خداوند چند به 16 تا دقیقا نصف. حالا 16 بیت بعدی بریم تو یک مسئله دوم. بعد از خدا نوبت به کی میرسه؟ به پیامبر خدا. در این ره انبیا چون ساربانند، دلیل و رهنمای کاروانند. اینجا شعرا قشنگتر هم میشه، چون معنی اونجا خیلی بزرگ بود، نمیکشید زبان نمیکشید. اینجا یه ذره کوچیک پایینتر میاد، لذا زبانش هم روانتر میشه. واقعا این چه شعر قشنگی. در این راه، همون راهی که توضیح داد بحث سفر رو داشت میکرد، سفر به سوی خدا، قرار شد پیامبر بیاد دست ما رو بگیره. در این راه انبیا چون ساربانند، کاروانه اون دفعه اون زمانا ساربان بوده، باید راهنما داشته باشه و بدون راهنما گمراه میشدی. این همه میفهمیدن، اصلا محال بوده شما بری توی صحرایی که هر لحظه شن می اومده و هیچ راهی مشخص نبوده بتونی راه رو پیدا کنی. ساربان میخواد بر این خلق جهان. این حالا اون میگه دلیل و رهنمای کاروانند. شأن انبیا چیست؟ دلیلند، نشانند، راهنمای کاروان هستند. پس کاروان آدمیان توسط انبیا راهنمایی میشن تا به اون نقطه وحدت حقیقی برسن. خب پیامبر ما اینجا چه شعنی دارن؟ و دیشان سید ما گشته سالار، همون اول همون آخر در این کار. از بین پیامبران سید ما، پیامبر ما صلوات الله علیه، سالار این کاروان گشته است. خب سالارم قشنگ معنا میده، پیشوای این پیامبران و اولیا است تو اینها. همون اول همون آخر در این کار. خب آخرش رو میفهمیم، خاتم الانبیا. اولش یعنی چی؟ مگه پیامبر اول بود؟ این همه پیامبر تو 26 تا پیامبر تو اسمش تو قرآن اومده، همه اینا قبل از پیامبر خاتم آمدن. پس معنای اول بودن پیامبر چیست؟ اینجا تفسیر عرفانی میکنه. اون تفسیرش هم یک حدیث عرفانی، این احادیث دنبال سندش نباید گشت، اینا به دل این عرفا الهام شده و اینجوری به ذهنشون آمده. میگه کنتو نبیین و آدمو بین الماء و طین. پیامبر فرمودن که من پیامبر بودم در حالی که حضرت آدم، اینجا دیگه من شروع میسام حضرت آدم بین آب و گل بود، یعنی هنوز حضرت آدم خلق نشده بود، من پیامبر بودم. یعنی چی؟ اینو بستش دادن. یادتون هست گفتیم تکیون اول یکی از اسماء دیگه‌اش حقیقت محمدی بود. اون حقیقت محمدی اول ما خلق الله عقلی، العقل. اول ما خلق الله نوری. اول ما خلق الله روحی. اولین مخلوق خداوند، تکیون اول، صادر اول حقیقت محمدیه است. این رو میگن اول. منظور پیام جسم پیامبر نیست، منظور حقیقت اوست و اون حقیقت که میشه انسان کامل، بلکه مخلوق کامل، بلکه موجود کامل، میشه عقل اول. این منظور از حقیقت محمدی کمی بست پیدا میکنه. این که همو اول همو آخر در این کار، اول بودن پیامبر به اعتبار حقیقت محمدی و تعیین اول اوست، آخر بودنش به اعتبار خاتمیتش هست. این توصیفی که از پیامبر میکنه. احد در میم احمد گشت ظاهر، در این دور اول آمد این آخر. احد در میم احمد گشت ظاهر. احد مقام احدیت است. احمد اسم پیامبر است. در زمین به محمد میخوانیمش صلوات الله علیه، ملکوتیان او را احمد صدا میکنند. خب تفاوت احمد و
احد تو یک میمه، میمو به احد اضافه کنی میشه احمد. تعین پیامبر تو همین میمشه، وگرنه بقیهش خداست، متعین میشود میشه احمد. احد در میم احمد گشت ظاهر، یعنی تعین محمدیه در میمش، یعنی در اون چیزی که او را اون میکند متجلی شد، ظهور کرد. پس تعین محمدی در میم احمد است. اینا با همون تفاصیلی که تالا گفتیم. خب در این دور، بعد اینجا یه بیت دیگری است تو برخی از نسخ گلشن راز، ز احمد تا احد یک میم فرق است، جهانی اندران یک میم غرق است. این شعر خیلی شعر مشهوریه، اما این در این که جزء گلشن راز است بحث داره، یعنی تو برخی از نسخه‌هاش نیست. در نسخه لاهیجی همین شاره این شعر هست، اما به عنوان شرح بیت قبلی آمده، نه به عنوان یک بیت جداگانه از این. یعنی این رو ممکنه مال دیگری بوده، برخی این رو پنداشتن که متعلق به خود لاهیجیه. لذا منم این رو به عنوان تفسیر قبلی گفتم. ز احمد تا احد یک میم فرق است، خیلی هم تفاوت با قبلی نمی‌کنه، توضیحش واقعا. جهانی اندران یک میم غرق است، یعنی تمام این کسرات عالم در این میم احمد غرق شده، مستغرق است. میم احمد اشاره به دایره موجوداتی است که مظهر حقیقت محمدی هستند، یعنی همین عالم کثرت. در دایره موجودات اول عقل اوست، همونطور که عینش که اون عین آخرم که انسان است میشه آخرش. ببینید میگه که در این دور اول آمد عین آخر، یعنی عقل اول با اون موجود عینی آخر، موجود حقیقی آخر که انسان است یکی میشود. یک دایره ترسیم بکنید، این دایره از عقل شروع میشه، از عقل اول شروع میشه که بالاترینه، میچرخه تا به انسان میرسه که پایین ترینه. بنابراین از عین عقل اول تا تنزل انسان که پایین ترینه، دوباره انسان به عقل اول متصل میشه، دوباره روز از نو، روزی از نو، این حرکت دورانی صورت میگیره. برای همین میگه در این دور اول آمد عین آخر. اول یعنی عقل اول، عین آخری، آخری کیست؟ انسان. یعنی اول عین آخری میشود، عقل اول با انسان عین هم میشود، برای که این دوتا نقطه رو هم قرار میگیرن. وقتی یه دایره بکشیم، البته اینجا اینا اومدن خودما 40 منزل قرار دادن که از عقل اول شروع میشه، بعد این نقطه سیاره است، بعد 12 تا برجه که خب من نپسندیدم، نپذیرفتم، به نظر میشه بر بنابر طبیعت قدیم باشه، اونو ذکر نمی کنم. ولی این رو میشه فهمید که چطور این انسان که پایین ترینه و عقل اول که بالاترینه رو هم قرار میگیره و این دوتا عین هم میشه. بر او ختم آمده پایان این را، در او منزل شده ادعو الالله. بر او، بر پیامبر، بر سید و سالار انبیا ختم آمده پایان این را، پایان این را، پایان نبوت با پیامبر اسلام ختم شده است. در برای در شأن او نازل شده است این آیه سوره یوسف آیه 108، قل هاذهی سبیلی ادعو الالله علی بصیره انا و من اتبعنی. پیامبر بگو، نازل شده در حق او، من به راه او، به راه خودم دعوت میکنم. ادعو الالله، من به خدا دعوت میکنم. قل هاذهی سبیلی، این راه منه، راه من راه خداست. پیامبر فانی در راه خدا شد. هاذهی سبیلی، راه من، ادعو الالله، من به او دعوت میکنم. منزل شده ادعو الالله. حالا ایناش شعراش دیگه جز از شاهکارهای، یعنی برخی از بیت هایی که الان میخونم ضرب المثل عرفاست، یعنی با تو اینها شما قوطه بزنید تا زیبایی اینا رو درک بکنید. مقام دلگشایش جمع جمع است، جمال جانفزایش شمع جمع است. در وصف پیامبر گفت
مقام دلگشای پیامبر، مقام محمود پیامبر جمع الجمع است. جمال پیامبر شمع جمع است. خب مقام جمع الجمع چیه؟ اینا رو برای هر کدومش باید کلی توضیح بده تا برسید به اینی که شبستری میخواد بدید. یادتون هست ما تأخر دو تا سیر خوندیم، سیر الالله، یکی سیر بالله، یکی هم سیر فلاح داریم که توی شعرها تالا نبوده، بعدن میرسیم. بین سیر الالله یکی داریم سیر فلاح، بعد سیر بالله میشه که اون رو گفتیم، اما اسفار اربعه که حالا جای دیگری توضیحش میدن. اینا مقامات بسیار دارن عرفا در این سیرهای دوگانه سگانه، همشون مثل هم نیستن، اینا هم مراتبی دارن. این مراتب لایق این مقامات عرفانی این هاست. اگر چیزی به دل واسط دل آسالک الهام بشه، خدا بهش بده، بهش میگن حال. حال یه امر زود گذره. خودمونم میگیم نمیدونی رفته بودم دعا میخوندم یک حال خوبی به دست داد. خب اما این حال همیشه نمیمونه. اگه حال بمانه بهش میگن مقام. پس مقام حال دائمیست، حال موقت و زود گذر. ما خیلی هنر کنیم تو عمرمون چند تا حال بهمون دست بده، اما عرفا به مقام میرسن. چرا بهش میگن مقام؟ برای که سالک درش اقامت میکنه، مقیم میشه. حالا ما یه مقام جمع داریم، یه مقام فرق داریم. جمع مقابل فرقه. فرق احتجاب از حق به خلقه، یعنی خلق را غیر حق میبینه، یعنی وقتی نگاه به مردم میکنه، به مخلوقات میکنه، حق را نمیبینه، بهش میگن مقام فرق. جالب نیست، یعنی او عرفانی نیست. جمع وقتی نگاه به خلق میکنه فقط حق میبینه، یه خلق را نمیبینه. یعنی به هر جارو کنم روی تو بینم، یعنی فقط این دیگه مردم رو مخلوقات رو نمیبینه، فقط حق رو میبینه. این دیگه میشه مقام جمع. جمع الجمع چیه؟ جمع الجمع یعنی دیدن حق مانع نمیشه که خلق رو نبینه، حق رو تمام میبینه در عین اینکه خلق رو هم میبینه. برای همینه که میتونه دست خلق رو بگیره و به حق برسه. اما مقام جمع چنان محو میشه، چنان مست میشه که دیگه هیچ که غیر از اون رو نمیبینه. این عرفا میرسیدن به این، یعنی دیگه واقعا دیگه هیچ چی نمیبینه، غافل غافل میشه از غیر. پیامبران کسانی هستن که با اینکه تمام کمالات حق بینی رو دارند، اما میتونه به خلق هم متوجه بشه در این خلق. این میشه مقام جمع الجمع، یعنی جمع میکند بین هر دو را، بین حق و خلق، با همه کمالاتی که تو مقام جمع. این که مقام، مقام کسی است که وحدت در عین کثرت و کثرت در عین وحدت شامل حالش شد. اما ببینید حالا دوباره شعر رو میخونیم، میگه چقدر قشنگ گفته، میگه مقام دلگشایش جمع جمع است، جمع جمع. جمال جانفزایش، جانفزایش شمع جمع است، یعنی مثل شمع روشن میکنه جمع رو، یعنی جامع جمیع صفات کمال. شده او پیش و دلها جمله در پی، گرفته دست جانها دامن بی. باز در وصف پیامبر. از جاهاییست که ما وقتی بخونیم زمانی که پیامبر اختصاص داره، مولودی پیامبر رو میشه این اشعار رو خوند و چقدر قشنگه. او از پیش شده است، او جلو افتاده است، دلها در پی اوست، کاروان دلها، کاروان سالارش پیامبره. او زنجیر ننداخته گردنه کسی، دلها به دنبال او روان است. دست جانها به دامن او متوجه هست، یعنی همه میخوان دامن او رو بگیرند تا نجات پیدا بکنند. دست جانها، جان را ارواح،
روح ها، یعنی حقیقت ما هم به روحمونه، ما دست به دامن رو گرفتیم تا پیش برمیم. خب تا اینجا مال از خدا گفتیم، پیغمبرم گفتیم، حالا یه بخش کوچکی مونده در مورد اولیا، کسانی که دنبال سر پیامبران هستن. چون الان که در محضر پیامبر نیستیم، پس عرفان چه دردی میخوره؟ یالا در مورد بخش بعدی. در این ره اولیا باز از پس و پیش نشانی دادند از منزل خیش. در این راه، راه سلوک، سیر الالله، و اگه توانایش هم داشته باشن که خیلی کمترن، سیر بالله، اما در سیر الاللهش حتمیست. باز از پس و پیش، یعنی همه اولیا هم مرتبه نیستن، از پس و پیش شدت و ضعف، کم و زیاد، به حد ظرفیت وجودیشان نشانی دادند از منزل خیش، هر کدامش به زبان خودش از مقصودش خبر داده، از منزلی که قرار برسه خبر داده. داره به ما میگه همه عرفا با اینکه نشانی یک منزل رو دارن میدن، اما این نشانی ها یکسان نیست. خیلی درس بود، این چند بیتی که میخوایم بخونیم همه ای رو داره میخواد بگه. میگه فکر نکنید همه مثل در یه سطح هن. خب برخیشون خیلی بالا رفتن، برخیشون متوسطن، برخیشون همون مراتب اول هن، بذار پس و پیش داره، ولی از یه جا دارن حرف میزنن. به حد خیش چون گشتند واقف، سخن گفتند در معروف و عارف. این اولیاء سالک وقتی به حد خودشون واقف شدند، یعنی به اندازه‌ای به مقام وحدت رسیدند و کس دانستند کثرت اعتباری است، به خودشان رجوع کردند، به مقام احدیت واصل شدند، از تقید کثرت رها شدند، سخن گفتند در معروف و عارف. در مورد عارف و معروف سخن گفتند. عارف یعنی سالک، یعنی فردی که از مقام تقید به مقام اطلاق رسید. معروف یعنی حق، حقی که مبدأ و معاد میشه مقام وحدت، به هم میرسن. خب یعنی همشون در مورد مبدأ و معاد دارن سخن میگن، تمام عرفان در مورد همین هاست، اما یکسان نیستن. چرا؟ چون عرفا تجربه های متفاوت دارن در مقامات متفاوت. حالا چند تا شعر بعدیش انصافا قشنگه، که من با اجازتون ادامه میدم تا 32 تا بیتم، الان بیت 25م، یعنی حیفه که این تمام بشه، تمامش بکنه. یکی از بحر وحدت گفت انا الحق، یکی از قرب و بعد و سیر زورق. حالا داره طبقات عرفا رو میگه، طبقات عرفا رو به زبان ساده. یکی منصور حلاجه، یکی از بحر وحدت گفت انا الحق، یکی در بحر وحدت الهی گفت من خدا هستم. ولی تو باید حواست جمع باشه، اون ادعای خدایی نکرد، اون غیر خدا ندیده بود، او به همون جا رسید که فهمید هیچ همه این کثرت ها اعتباریه. حالا لیست فی جبتی الا الله، تو جبه من غیر خدا نیست. برای چی؟ برای که او اصلا دیگه خودشو نمیبینه، خودی نیست که بیاد، یه انایی که داره میگه اوست دیگه، هیچ که نمونده. میگه برخی از اینا دیگه از فرط وصول از خود بی خود میشن، دیگه رها میکنه، دیگه نمیدونه برای کی داره سخن میگه، این ظرفیت داره یا نداره، به وجد میاد، مثل مست شده اما مست معنوی شده، اون وقت آنچه که رسیده رو بیان میکنه. این میشه دسته اول. اما همه عرفا به اینجا نرسیدن، همشون حرفا نمیزنن. یکی دیگه شون، یکی از قرب و بعد و سیر زورق. دسته دیگه از عرفا بین این افرادی هستن که مست و بی خود شدن، مست معنوی و بی خود شدن و مبتدی ها، او وسط قرار دارن، تو برزخش هستن. اینها مراد از سه قرب، قرب و بعد و سیر زورق، اینا هر کدومش تو عرفان اصطلاحی. قرب یعنی سیر قطره به سوی دریا، این داره نزدیک میشه، قطره داره به دریای وحدت نزدیک میشه. بعد چیه؟ بعد یعنی هنوز این سالک مقید به صفات بشری،
هنوز نتونست از انانیتش دست بکشه، هنوز خودشو میبینه. اگه هنوز خودتو میبینی یعنی هنوز نرسیدی، به فنا نرسیدی. سیر زورق، زورق یک قایقی است که روی بحر افتاده، روی این دریای وحدت افتاده. یکی از این قایق‌ها مقام تعین انسانی است. همه متعینات زورقن، اما تنها زورقی که میتونه این رو طی بکنه اگر اون کاروان سالار رو دنبال بکنه تعین انسانی. لذا میگه که این عبور از این سیر زورق، عبور از نشأه انسانی به مقام احدیت. این دسته دوم عرفا بود. پس یه دستش اونها که دیگه از خود بی خود شدن و آنچه که نباید بگویند از اسرار الهی رو فاش میکنن، این دسته دوم یه ذره وسط هستن و قرب و بعد و اینا رو با یک زبانی میگن که متهم به کفر و اینا هم نمیشن. حالا گوش کنید ببینید دسته بعدی. دسته بعدی، یکی را علم ظاهر بود حاصل، نشانی داد از خشکی ساحل. اینجا شعرش خیلی قشنگ نشده ولی حرفش خیلی حسابه. میگه یکی از این اولیا حاصلش از سلوک علم ظاهر بود. علم ظاهر علم شریعت. ما یه شریعت داریم، یه طریقت داریم، یه حقیقت داریم. شریعت یعنی احکام الهی، طریقت یعنی اون معنایی که شما باطن اینها، حقیقت نتیجه است، نتیجه شریعت و طریقت. دسته از اولیا هم هستن، اینا هم رسیدن، اینا هم حالیشونه، اما به هر دلیلی از طریقت سخنی نمیگن، از حقیقت حرفی به میون نمیارن، خودشون رو متمرکز کردن رو احکام ظاهر. یکی را علم ظاهر بود حاصل، حاصلش از همه اینا فقط علم فقها، ها شریعت مداران، نشانه داد از خشکی ساحل. خشکی ساحل شریعت است. آدم وقتی به ساحل میرسه که دیگه قرار پیدا کرده، میخواد بگه این تو خیلی زود رسیدی، فکر کردی رسیدی، فکر کردیم که اینها ظرفیت ندارن، ممکنم نه شنونده تو ظرفیتشو داشته و نه خودت ظرفیتشو داشتی، لذا تو به قرار رسیدی، ولی یادت باشه طریقتی و حقیقتی هست. خیلی هم مؤدبه، نمیگه شما نمیدانید، میگه صلاح ندونستید اینها رو بر زبان بیارید. یکی گوهر برآورد و هدف شد، یکی بگذاشت و آن نزد صدف شد. یکی در این سیر و سلوکش، حالا راه رو برد تو دریا دیگه، وقتی داری غواصی میکنی گوهر در میاری، از صدف گوهر در میاری. پس برخی عرفا گوهر رو از صدف در آوردن، تا ابرازش کردن هدف شدن. هدف شدن یعنی هدف تیر بدخواهان قرار گرفتن، گفتن ملحدید، گفتن زندیقید، گفتید از دین بیرونید. شیخ شهاب‌الدین سهروردی چی شد؟ یکی از همونها بود که هدف شد. منصور حلاج هدف شد. یکی بگذاشت آن نزد صدف شد. اما یکی دیگه از عرفا، دسته دیگه از عرفا گوهر رو برآوردن، اما جیک نزدن، نگفتن به گوهر رسیدیم، صداش در نیوردن. در چی گفتن؟ در مورد شریعت گفتن و در مورد طریقت، اما در مورد حقیقت هیچی نگفتن، سالم موندن. یکی بگذاشت آن نزد صدف شد، یعنی آن حقیقت را، اون گوهر را در داخل صدف گذاشت، صداش در نیورد. خودش میدانست، حالا نمیفهمید چیکارتون بکنم، رها. یکی در جزء و کل گفت این سخن باز، یکی کرد از قدیم و محدث آغاز. اینا داره همون عرفا رو داره میگه، سالکین رو میگه. میگه که همشون دارن یه حرف رو میزنن، اما با الحان مختلف، با مقامات مختلف. یکیش از جزء و کل میگه، جزء متعینات، کل مقام احدیت. این سخنی رو که تالا گفتیم تکرار میکنه اینها. یکی کرد از قدیم و محدث آغاز،
دیگری متکلمین از قدیم و حادث میگه که خدا قدیم است، غیر خداوند محدث است، حادث است. میگه هیچ کدوم اینا غلط نیست، اما عباراتنا شتا و حسنک واحد و کلون الازالک جمال شیرو. میگه که شعر عربی برای اینجا به کار خیلی جای خوبی هم هست. میگه عبارات ما مختلفه اما حسن تو واحد است. همه اینها به اون جمال، به اون زیبایی دارن اشاره میکنن. چه اون متکلمی که از قدیم و حادث میگه، چه اون عارفی که از مطلق و جزئی میگه، کلی و جزئی میگه، چه اون کسی که گوهر برآورد و هدف شد، چه اون یکی که بگذاشت نزد صدف شد، چه اون که رفت انالحق گفت، چه بقیه اون که ظاهر گفت، همشون یه حرف دارن میزنن اما با بیاناتشون مختلفه. اینا رو حالا داره میگه که برسه بگی چرا من کتابو گفتم، چقدر قشنگم میشه. یکی از زلف و خال و خط بیان کرد، شراب و شمع و شاهد را عیان کرد. میگه که برخی از عرفا هم چون دیدن مصر منصور حلاج سرشون بالا میره همه حرفا رو زدن اما با زبان رمز. به جایی که بگه انالحق اومد زلف و خال و خط گفت، اونایی که نمیدونستن خیال کردن این داره معشوق مادی رو توصیف میکنه، نمیدونستن که این داره در مورد باری تعالی سخن میگه. تو این کتاب چند فصلش در مورد زلف و خال و خط و شاهد و همه اینها رو اومده یکی توضیح داده. زلف، حالا اینجا هم اشاره بکنم، حالا تو اونجا برسیم خیلی وقته. زلف عالم کسرته، خط و خال نقطه وحدته، اون وحدتی که اونجا خوندی. بعد شراب یعنی عشق و ذوق و سکر. یه شمع یعنی پرتو انوار الهی در دل سالک، شاهد یعنی تجلی جمال خداوند. خب اینا همش و این به صورت یار، بدن یار شده آینه کار عرفا در تمثیل عرفانیشون. سه بیت دیگه، یکی از حسه خود گفت و پندار، یکی مستقرق بت گشت و زنار، یکی از عرفا باز دسته دیگه از عرفا از هستی خودش گفت، از پندار. ببینید یعنی میخواد بگه کسی که از خود میگوید متوهم است. باور بکنید بسیاری از ما نویسنده، استاد، بزرگ، کوچک، همه حرفمون اون منه. تا این من باقی باشه تو عارف نیست، تعارف هم نداره. یعنی اگه اون منه رو اولش برداریم، مثل اون کاشی قصه بهلول میشه که هارون رفت یه مسجد درست کرد، کاش اسمشو بالاش نوشت، بهلول اومد کاشی رو کند، دستگیرش کردن، فردا رفت اونجا گفت مگه تو برای خدا درست نکردی؟ فکر کردی خدا نمیدونه که تو درست کردی، چی رفتی گذاشتی اونجا رو؟ منم بنویسم که میفهمی من درست نکردم، تو درست کردی. ما کاشی کس اون کاشی هستی، ما حتما من وهم، این توهم توی ما هست. میگه اینا مانع اوله. عرفا میگن اولین راه برای به الله رسیدن، به سیر الله، لا اله گفتن. اولین اله خود مایی. اگه میخواهی خدا پرست بشی لا اله را اول بگو تا بعد به اللهش برسی. اولین اله نفس اماره ماست. یکی مستغرق بت گشت و زنار، دیگری مستغرق بت شد. حالا این بت میدونه چی باشه؟ این بت میتونه حتی درس عرفان من باشه، این زنار خدمت باشه. این البته لاهیجی مثبت تفسیر کرده اما به سیاق اولی میتونه منفی هم باشه. مستغرق بت گشتن، بت رو نوعا مثبت به کار نمیبره. تفسیری که او کرده یعنی مستغرق، دقیقا ذکر کرده مراد از بت اینجا استغراق در توحیده و زنارش زنار خدمت هم ریاضت و سلوکه. حرف اون رو گفتم، تفسیر دیگه هم ذکر کردم. سخنها چون به وفق منزل افتاد، در افهام خلائق مشکل افتاد. میگه این تفسیرها رو تا 6-7 بیت خوندیم، اینا عرفای مختلف بود. خب اینا حرف متفاوت زدن، این حرفای متفاوت باعث میشه که مبتدیان هیچ بشن. کدومش درسته؟ همش این 6-7 نوع تفسیر عرفانی ذکر کردیم.
سخنها چون به وفق منزل افتاد، یعنی هر عارفی منزل را به وفق فهم خود تفسیر کرد، در افهام خلائق مشکل افتاد. و کدومش درست میگه؟ کسی را کندر این معناست حیران، ضرورت میشود دانستن آن. برای این که اینا رو یاد بگیری باید یه کتاب منو بخونی. این تمام مطلب سر این شد. کسی که تو این معانی حیران مونده، ضروری میشود دانستن این مطالبی که ما خواهیم تو این کتاب بگیم. لذا این زمینه چینی شد برای بخش دومش که سبب نظم این کتابه. تو اینجا چی گفتیم؟ دستم تمام شد. از خدا شروع کردیم، به پیغمبر خدا رسیدیم، بعد به اولیا رسیدیم، بعد به تفاسیر مختلف عرفانی رسیدیم و بعدش به بحثای رازگونه اونها، به ضرورت تفسیر سخن عرفا، تا اینکه در بخش دوم سخن گلشن راز رو بیشتر باز بکنیم. رضوان الله علیه و انصافا نکات بلندی رو ذکر کرده بود. از صبر و تحمل شما هم سپاسگزارم و سلام علیکم و رحمت.